نگاه کنیم حبوبات، برنج، چای، اینا جزء کالاهای اساسی هست. من فروش مردم ها میدونم، مشتری که 100 کیلو برنج واسه من میمد از من میخرید اصلا واسه یه سالش، الان میاد یکی سه میگیره. مشتری که میومد یکی سه میگرفت، تو روز ترجیح میده بیاد یک کیلو برنج بخره. متوجهید؟ حتی یکی سه برنجشو دیگه اون توانشو نداره بخره، میترسه کم بیاره آخره به اصطلاح برجش. متوجهید؟ اینا خیلی تاثیر. مشتری های خوبی که ما داشتیم که در ما میومد 5-6 کیلو خرید گوشتاش یا مثلا 6-7 تا مرغ میخری، الان اون گوشتش شده 2 کیلو 1 کیلو. مرغ هم که یه دونه دوتا میتونه الان تهیه کنه. تورمه، گرون، قیمت های میره بالا، اصلا مردم قدرت خرید ندارن. شیر و مثلا ماست و همه این چیزا قیمتش خیلی بالاست، مردم نمیتونن بخرن. فکر کنم 50-40% راحت گرون شده، شاید هم بعضی جا بیشتر. دامدارم تقصیر نداره، دامدارم انقدر خوراکش گرونه، علوفه گرونه، باستش گرون تموم میشه، اونم مجبور گرون بفروشه. 22 تومن شده نزدیک 50 تومن، شما دو برابر شده. اکثرا زدن که میخواد جمع کنن، یعنی نمیصرفه خودش با این وضعیت. هر روز جنس داره گرون میشه، وسیله نمیدونم، بسته‌بندی پلاستیک، مشما، ظرف، ظروف، همه چی گرون میشه. نگاه کنید سالی که یارانه شروع شد، 40 خورده میدادن به آدم، کیلویی برنج هاشمی بود کیلویی 4000 تومان، یادمه 4200 تومان. متوجه؟ یعنی یه 10 کیلویی حداقل میتونستی باش بگیری. الان فیکس، یعنی خیلی خودتو بکشی 1 کیلوشو میتونی بخری. یعنی همون یارانه است. با تورم حساب کنی، تورم خیلی رفته بالا. از شنبه بحث مربوط به لبنیات با 10% کاهش قیمت در 3 محصول اصلی شیر و پنیر و ماست، 3 محصولی که بیشتر مورد استفاده هست، انجام خواهد گرفت.